سلام، علی هاشمی هستم، به کلاس من بی‌نهایت خوش اومدید. امیدوارم در هر نقطه از ایران عزیز که هستید حال دلتون خوش بشه. در این ویدیوی آموزشی قرار با هم دیگه بریم سراغ حل سوالات مهم کتاب درسی و امتحانی از فصل تابع ریاضی 11. امیدوارم تا انتهای ویدیو همراه من باشید. سوال اول گفته شکل زیر نمودار تابع FX از دامنه تابع غیر نقطه این بند خدا چه خواهد بود؟ چیکارش باید کنم؟ میدونم برای محاسبه دامنه تابع رادیکالی با فرجه زوج عبارت زیر رادیکال باید بزرگتر و مساوی صفر باشه. پس x به علاوه یک ضرب در fx باید بزرگتر و مساوی صفر باشه. میخوام نامعادله حل کنم، پس ریشه هر قسمت رو حساب کنم و بعد برم سراغ جدول تغییر علامت. یه بار x به علاوه 1 و مساوی با 0 میذارم که اگر 1 رو ببرم سمت راست x میشود منهای 1. یه بار fx رو مساوی با 0 میذارم. fx کجا میشه 0 آقا؟ اونجایی که محور x ها رو داره قطع میکنه. یه بار توی نقطه منهای 3، یه بار توی نقطه منهای 1 و یه بار هم توی نقطه 2. پس x های من 3 تا خواهد بود. منهای 3، منهای 1 و x مساوی با 2. حالا باید برم سراغ جدول تغییر علامت. این جدول زیبا، منهای بی‌نهایت، کوچیک به بزرگ میخوام ریشه‌امو بنویسم، یعنی منهای 3، منهای 1، 2، این هم مثبت بی‌نهایت. تمام اینا ریشه های صورت بودن، اصلا مخرجی در کار نبوده، پس برای همشون صفر میذارم. حواست باشه این x به علاوه 1 علامت کنار x در مثبت بی‌نهایت هست، مثبت. در ضمن fx چون داره تو بی نهایت میره به سمت مثبت ها، علامت fx هم هست مثبت، پس اینجا علامتش میشه مثبت. حالا باید یکی در میون عوض کنم، مگر اینکه یه x دو بار تکرار شده باشه یا زوج بار تکرار شده باشه. منهای 1 زوج بار تکرار شده، علامت رو تغییر نمیده. پس این علامت مثبت میشود منفی، منفی منفی حفظ میشه و بعدی میشود مثبت. من بزرگتر و مساوی صفر ها رو میخوام، یعنی اینجا جواب هست، اینجا جواب هست، این میشود جواب، دوباره این جوابه و اینم جوابه. یعنی دامنه تابع ایگرگ برابر است با از منهای بی نهایت تا منهای 3، اجتماعش با تک عضو منفی 1، اجتماعش با از 2 تا مثبت بی نهایت. پس برای محاسبه دامنه تابع رادیکالی زیر رادیکال بزرگتر و مساوی است و بعد حل نامعادله شما رو میرسونه به اون جواب قشنگ. مرسی.